سپید دم شادی بی زوال اثر جان پایپر 17 دسامبر. او آمد تا خدمت کند. هر که خواهد مقدم بر شما شود غلام همه باشد. آمین. مرقس 10:44. عیسی انتظار دارد رفتار و کردار شاگردانش از اساس و بنیان با رفتار و کردار سایر مردم متفاوت باشد. شاگردان عیسی باید هم یکدیگر و هم غیر ایمانداران را خدمت کنند. در این خدمت نمودن باید از پیاله رنج و زحمت به هر قیمتی که باشد بنوشند و بدانند و آگاه باشند که خدمت نمودن بهایی دارد. ولی اگر پیغام مسیحیت فقط همین بود، اصلا مسیحیت خبر خوشی نبود. اصلا مژده انجیل معنایی نداشت. پیغام انجیل باید حاوی حقایقی بیشتر از این باشد تا من بیاموزد چه کار کنم و چه کسی باشم. برای اینکه بدانم چه کار کنم و چه کسی باشم، به کمک احتیاج دارم. به همین دلیل عیسی در انجیل مرقس 10:45 می‌فرماید پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند. آمین. چه اشتباه سهمگینی مرتکب می‌شویم اگر کلام عیسی را در آیه 44 که فراخوانی است برای خدمت به همه بشنویم و گمان بریم که منظور عیسی خدمت کردن به خودش است. اصلا منظور عیسی این نیست. عیسی از ما می‌خواهد یاد بگیریم چگونه او ما را خدمت نماید. از این نکته غافل نمانید. این نکته جان کلام مسیحیت است. همین حقیقت است که ایمان ما را از سایر مذاهب متمایز می سازد. خدای ما به خدمت ما نیازی ندارد. او جلال نمی یابد اگر یک سری مستخدم دست به سینه آماده خدمت به او باشند. خدای ما آنقدر کامل است، آنقدر خودکفاست و آنقدر از قدرت و حیات و شادی لبریز است که خودش با خدمت نمودن به ما جلال می‌یابد. خدمت خدا به ما این گونه بود که جسم گردید و انسان گشت، به جستجوی ما آمد و فرمود که نیامده تا ما به او خدمت کنیم بلکه تا او ما را خدمت نماید. در این حقیقت تأمل نمایید، باورش کنید. هر بار عیسی به ما حکم می‌دهد که باید انجامش دهیم، در واقع ما می‌گوید که به این طریق می‌خواهد ما را خدمت نماید. این نکته را به شکل دیگری بیان می کنم. مسیر اطاعت مسیری است که مسیح در مقام خدمتگزار ما در آنجا با ما ملاقات می کند تا بارهایمان را بردوش گیرد، قدرتش را به ما عطا کند. وقتی مسیحی می شوید، یعنی وقتی شاگرد عیسی می شوید، مددکار او نمی گردید. عیسی مددکار شماست. شما برای عیسی بانی خیر نمی شوید، عیسی برای شما بانی خیر می گردد. شما خادم عیسی نمی شوید، عیسی خادم شما می گردد. عیسی به کمک شما نیازی ندارد، عیسی از شما اطاعت می طلبد و شما را در این مسیر مدد می نماید. این است معنای میلاد مسیح. او آمد خدمت کند، نه خدمت شود. او آمد ما را مدد کند تا هر آنچه ما را به انجامش فرا می خواند انجام دهیم. آمین.